همزمان با گسترش موج چهارم کووید 19 در ایران دبیر کل خانه پرستار از مرگ 130 پرستار و کندی روند واکسیناسیون کادر درمان خبر داد و سخنگوی ستاد ملی کرونا نیز اعلام کرد پنج روز محدودیت تردد در سراسر کشور اعمال خواهد شد. گزارش از شیده طبق آخرین گزارش وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته بیش از 13500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی و 283 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری از دست دادند. ستاد ملی کرونا نیز اعلام کرد که از روز شنبه 21 تا ظهر شنبه 25 اردیبهشت در همه شهرهای ایران محدودیت تردد برقرار است و متخلفان جریمه خواهند شد. همزمان در روز شنبه محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار اعلام کرد که از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران تا کنون بیش از 95 هزار پرستار در سراسر کشور به این بیماری مبتلا و 130 تن از آنها جان خود را از دست دادند. این در حالی است که در جریان اظهارات ضد و نقیز مقام ایران سعید نمکی وزیر بهداشت روز جمعه گفت موج چهارم کرونا در ایران به پایان رسیده و نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران تاکید کرد شیوع رو به افزایش بیماری دست کم تا یک ماه دیگر ادامه دارد ایران با یکی از بدترین همگیری های کووید 19 در منطقه رو به و تعلل مقام های ایران در جدی گرفتن پروتکل های بهداشتی و اعمال منع رفت آمد و تعطیلی کسب و کارها و تأخیر در واکسیناسیون شهروندان مورد انتقاد وسیع داخلی و بین المللی قرار گرفته است. مهدی نوروزی معاون علمی بنیاد بیماری های نادر ایران می گوید تا به حال کمتر از دو درصد بیماران خاص که در اولویت نخست ایمنسازی کووید 19 هستند واکسینه شده اند. در همین حال علی رضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا اعلام کرد شهروندان بالای 80 سال می توانند از روز شنبه به طور اینترنتی برای واکسیناسیون ثبت نام کنند و حسن روحانی رئیس جمهور به مردم توصیه کرد هر واکسنی را که در دسترسشان است تزریق کنند شیده رضایی صدای آمریکا